ارتش آمریکا روز شنبه تایید کرد که حمله هوایی علیه داعش در غرب موسل به کشته شدن دهها غیر نظامی انجامید است. آمریکا گفته است که تحقیقاتی را در این زمینه آغاز کرده است. ساکنان غرب موسل روز شنبه 800 اعضای خانواده هایشان را که در حملات هوایی نیروهای اعتراف به رهبری آمریکا کشته شدند به خاک سپردند. گفته شده است در این حمله هوایی که هفته گذشته رخ داده دست کم دیویست غیر نظامی کشته شدند یکی از ساکنان موسل میگوید <applause> چطور آنها می توانند از چنین حملات شدیدی در مکان های غیر نظامی استفاده کنند قبل از اینکه نبرد موسل آغاز شود نیروهای عراقی و آمریکایی هر دو به ما اطمینان دادند که نبردی آسان در پیش خواهد بود به خاطر همین مردم خانه هایشان را ترک نکردند آنها احساس امنیت می کردند آنها نمیدانستند که مورد بمباران قرار می گیرند این آزادسازی نیست این ویران سازی است فکان لیس تحریرا بل تدمیر نیروهای ارتش عراق به دلیل افزایش تعداد کشته های غیر نظامی پیشروی در غرب موسل را کند کردند به گزارش رویتر ساکنان غرب موسل که از این منطقه می گریزند می گویند که حملات هوایی اطلاف به رهبری آمریکا خانه های زیادی را ویران و باعث مرگ تعداد زیادی غیر نظامی شده است وزیر دفاع عراق روز شنبه اعلام کرد که چهار جنگنده F-16 را از آمریکا دریافت کردند. این جنگنده ها روز شنبه به یک پایگاه هوایی در شمال بغداد وارد شده است. مقامات عراق میگویند این جنگنده ها قدرت حملات هوایی نیروهای عراقی را بر ضد داعش افزایش میدهد.